سازمان جهانی یونسکو به عنوان معتبرترین سازمان آموزشی و فرهنگی در جهان که در حوزه‌های علم، فرهنگ و آموزش فعالیت می‌کند، نخستین بار در سال 1999 میلادی در نشست بوداپست مجارستان 10 نوامبر را با عنوان روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کرد. این نامگذاری هرچند ارزش نهادن به علم و فناوری علمی و بنیان علم خوانده شده است، در عین حال تلاش در راستای ایجاد پیوند میان فناوری های علمی، بهبود کیفیت زندگی عمومی و کاهش و مهار تهدیدهای اقلیمی ناشی از تولید و فناوری های تکنولوژیک نیز به شمار می رود. از مهمترین اهداف یونسکو از نامگذاری روز علم، بهره‌مندی آحاد جامعه از ثمرات علم، فناوری و نوآوری، ایجاد بستر و فضای مناسب گفتمان پیرامون تأثیر علم بر زندگی روزمره مردم، صلح و توسعه و معرفی برخی موقعیت‌های جدید بود که موجب ارتقاء کیفیت عمومی زندگی می‌شود. بهره‌مندی انسان از علم، از توسعه و صلح در جهان باعث شده که سازمان ملل 10 نوامبر که مصادف است با 19 ماه عقرب را به نام روز علم در خدمت توسعه و صلح نامگذاری بکند. و دغدغه سازمان ملل یا دلیل سازمان ملل از نامگذاری این روز به این عنوان این است که بتواند در ذهن بشر این مفهوم اهمیت علم و اهمیت صلح و اهمیت توسعه را برجسته بسازد و اینکه ما از علم استفاده بکنیم به چه معقوله ها و با چه چیزهای خوبی میرسیم را در ذهن بشر تداعی بکند. بنابراین این روز رو به نام روز علم در خدمت صلح و توسعه نامگذاری کردن. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه برای نخستین بار در 10 نوامبر 2001 از سوی سازمان فرهنگی ملل متحد و یونسکو به این نام نامگذاری شد و هدف از بزرگ داشته این روز ای بود که علم و تکنولوژی را بشناسه بشر، به او ارج بگذاره و از او در جهت درستش و در جهت رشد و توسعه جهانی استفاده صورت بگیره. اصلاً روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در 10 نوامبر سال 2001 میلادی مسمی گردید. توسط سازمان جهانی یونسکو، سازمان بین المللی، به پاس ارج‌گذاری از خدمات دانشمندان و دانش‌پژوهان این روز مسمی گردید. و این روز ما هم گرامی می‌داریم به پاس آن دانشمندانی که در خدمت بشر، در خدمت صلح، در خدمت تمام جهانیان قرار داشتند و دارند. در واقع روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی را برای مؤسسات علمی، دولت‌ها، اجتماعات مدنی و دانشمندان فراهم می‌کند تا درباره صلح و توسعه که از اساسی ترین مفاهیم اجتماعی است و بحث و تبادل نظر بپردازند. در نگرش نوینی که یونسکو به آن اهتمام می‌ورزد، صلح تنها به مفهوم نبود جنگ میان دولت‌ها نیست، بلکه می‌تواند به معنای شرایط یک مدیریت ملی سازنده، حل و فصل اختلافات و ایجاد هماهنگی در روابط میان بخش‌های مختلف نهادهای یک جامعه باشد. بدیهی است جامعه‌ای که از روش علمی سود می‌جویند می‌توانند منظری مشترک برای نگاه به جهان بیابند و تلاش و تأکید خود را به جای اختلاف‌ها بر اشتراک‌ها متمرکز کنند تا از این میان شاید صلح سرانجام سر برآورد. واقعاً اگر بشریت تصمیم بگیره از علوم درست استفاده بکنه، علوم رو در خدمت پیشرفت بشر قرار بده و در جهت کاهش رنج‌های بشر از علوم استفاده بکنه، 100% ما همین گونه که می‌بینیم در زمینه‌های طبی، در زمینه‌های به اصطلاح سایر امور زندگی مثل ساختن به اصطلاح ماشین، هواپیما، وسایل پزشکی،
که دردهای بشر رو اینا به شدت کاهش داده و زندگی بشر رو اینها به شدت تسهیل کرده. اگر استفاده های مثبت از علوم بشه 100% خب هم صلح و سازش در جهان، هم زیستی بشر، روابط بشر رو علم نزدیک میکنه. از تکنولوژی و علوم میتونیم در ساختار حلقه های ارتباطی میان متخصصان و مردم یک جامعه استفاده صورت بگیره و همچنان از این طریق مردم مشکلات فردی و اجتماعی خودش را به حد اقل برسانه و همچنان از او جایی که علم و توسعه از اساسی ترین مفاهیم اجتماعی هست، صلح تنها نبود جنگ میان جوامع و ملل نیست. ما میتونه منظور از صلح ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف یک نهاد بوده باشه و همچنان برای حل و فصل و ایجاد از بین بردن اختلافات از او استفاده صورت بگیره در یک جامعه. روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه فرصتی در اختیار جهانیان میگذارد تا بار دیگر علوم مختلف را برای ساختن جهانی بهتر بررسی کنند، در سایه نوآوری، پژوهش‌های علمی و توجه به استعدادهای بشری، یافتن راه حل برای چالش‌های گوناگون دست یافتنی به نظر می‌رسد. دانش بهترین سرمایه انسان برای حمایت از توسعه فراگیر و منصفانه است. اونگونه که باید بشر از علم و به اصطلاح دانش در جهت پیشرفتش استفاده بکنه نکرده. متاسفانه بیشتر در جهات منفی علم در خدمت تواقیت و قدرت طلبان و به اصطلاح نظامیگری قرار گرفت. من از این جهت منفی میبینم که متاسفانه همین روزا شاهد ما در فلسطین و غزه چه مقدار به اصطلاح انسان‌ها توسط همین سلاح‌های مخربی که بشریت با علوم روز ساختند، چه تعداد از انسان‌ها که یادی هم از این قضیه کرده باشیم، 10,000 انسان رو در عرض چند روز به اصطلاح اینا کشتند و هنوز ادامه داره. متاسفانه بشریت، گفتم، از علوم بیشتر در جهت نظامیگری استفاده کرده تا در جهت علم و توسعه. امروزه به میزان بسیار اندک بشر توانسته که از علم و تکنولوژی در جهت رشد توسعه خودش و در جهت صلح مدار بودن یک جامعه استفاده بکنه. با وجود ای که اینها می توانستن از علم و تکنولوژی در جهت درستش استفاده بکنن و بتونن یک آرمان شهر یا مدینه فاضله برای خودشان بسازه. نمونه مثال، ما اگر بر بگردیم به جنگ جهانی دوم یا جنگ جهانی اول و یا قبل از آن در دوران رنسانس، تمام پیشرفت ها و رفاهی که امروز در اروپای امروز به وجود آمده زایده و محصل و برایند انقلابات علمی هست. بعد از قرن 16، زمانی که رنسانس به وجود آمد، دوره تجددگرایی به وجود آمد، انقلابات علمی باعث شد که انقلابات صنعتی در اروپا به وجود بیاید و امروز کشورهای اروپایی به شمول آمریکا، کشورهای جهان اول و طراز اول جهان، اینها همه مرهون و محصول انقلابات علمی و انکشاف و توسعه علمی هست. در جهان امروزی که حرف اول را علوم و پیشرفت‌های تکنولوژیکی بشر می‌زند، رسیدن به صلح و آرمان شهر انسانی خواستگاه همه انسان هاست، اما اینکه بشر چقدر توانسته است از علم در راستای توسعه و صلح پایدار استفاده کند، عقاید متفاوتی در بین مردم وجود دارد. بهترین چیز برای بشریت صلح و سازشه، همزیستی مسالمت‌آمیز در کنار هم. همه پیامبران آمدن روابط بشر رو با هم نزدیک بکنن و پیامبر ما که پیامبر خاتمه، که تعبیر شریف خودشه، اینی بوست و معلم ما، من به عنوان یک معلم برانگیخته شدم، آمده برای مبارزه با جهل بشر. جاهلیت یه تعبیری است که پیامبر میگه من اومدم این جاهلیت رو از بین ببرم، نادانی بشر رو. برای این جهت در طول عمر مبارک خودش تمام با تمام وجود، تمام قد، پیامبر ما خودش رو فدای پیشرفت بشریت و آموزش به بشریت و ساختن یک زندگی سالم برای انسان‌ها در کنار هم، پیامبر ما عمرش وقف این بود، معصومین هم وقف
اصحاب گرامی پیامبر هم عمرشون وقف این شد. دیدگاه اسلام این است که بشریت با همزیستی مسالمت آمیز، همون گونه که آیات قرآن رو خوندم و صلح و خیر، علومی که برای انسان مفید هست، همان علومی است که در بخش‌های مختلف زندگی ما تأثیر مثبت می‌گذارد و انسان‌ها هم توانستند خوب از این علوم در بهره بگیرند و بخش‌های از زندگی خودشان را به ثمر برسانند. مثلا میشه در بخش طبابت اشاره کرد، مثلا میشه در بخش ساخت ماشین آلات، در بخش ساخت مسائل رفاهی در زندگی اشاره کرد که چیزهای بسیار خوبی از علوم امروز ساخته شده و ما استفاده میکنیم و در زندگی راحتی داریم. اما متاسفانه در تقابل با این بخش ما علم شیطانی را داریم یا علم اهریمنی را داریم که امروزه در دسترس انسانهای تخریبگر قرار گرفته که متاسفانه از این استفاده میکنه برای از بین بردن بشر. مثلا امروز ما شاهد هستیم کشورها بودجه های بسیار زیادی را در قسمت ساختن بمب های اتمی، در قسمت ساختن اسلحه، در قسمت ساختن تمام چیزهایی که برای نابودی بشر ساخته میشوند اینا هزینه میشه. خب هر جامعه ای که خواستار توسعه مندی و رشد هست میبایست که ارتباط میان علم و جامعه را به گونه متقابل ارتباط بده و این ارتباط میتونه خیلی مفید واقع شود در جامعه. طوری که شاهدیم مثلا اگر یک جامعه دارای صلح، امنیت، آرامش و همچنان توازی بین افراد جامعه برقرار باشه، در او جامعه حتما صلح ایجاد میشه و مردم او جامعه نیاز نیست که در حق همدیگر تجاوز و تعدی بکنن. پس ما از علم و تکنولوژی میتونیم به گونه درستش به هدف متعالی ترش استفاده بکنیم. اگر این رقابت های انکشاف علمی در سطح قدرت های بزرگ تبدیل به رقابت های تأمین خدمات اجتماعی، فرهنگی، آگاهی عامه و امثال هم برای انسان ها شود، ما را کمک می کند که به صلح نزدیک شویم. و در غیر آن، اگر این رقابت ها به سطح سیاسی آن بین قدرت های نظامی بزرگ جهان صورت بگیرد، این توسعه علمی پیامد ناگواری برای جهانیان خواهد داشت. اما به این نتیجه می رسیم زمانی به صلح خواهد رسید در اوج این رقابت توسعه علمی، زمان ما را بر رسیدن به صلح کمک می کند که به توازن قوا دست پیدا بکنیم بین قدرت ها. وقتی که به توازن قوا دست پیدا کردیم، این قوه بازدارندگی خود به خود قدرت های بزرگ نظامی جهان را هم متمایل به این می سازد بیاین به صلح نزدیک شویم. اگر به صلح نرسیم، یعنی فاجعه انسانی را هر دو رقیب متحمل خواهد شد. دیدگاه اسلام در قسمت علم و دانش و صلح و توسعه پایدار دیدگاه مثبتی است. دین اسلام آخرین دینی است که خداوند رحمان و رحیم برای هدایت بشر فرستاد و پیامبرش حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را پیامبر رحمت و شفقت قرار داد. او همواره مردم را به صلح و کسب علم و دانش و زندگی مسالمت آمیز و احترام گذاشتن به حقوق دیگران هدایت کرده است. امام صادق علیه السلام می فرماید که من دوست ندارم جوانی را که از این دو حالت خارج باشد، یا دانشمند یا دانشجو. یا تو باید دانشمند باشی از نظر این امام معصوم، یا تو باید دانشجو باشی. و یا امام علی علیه السلام می فرماید که زکات علم همانو نشر کردن علم است. این پیام برای گسترش علم هست. در قرآن آیه های متعدد و بسیار زیادی داریم که اشاره بر این دارد که دین را ببخشید، علم را بیاموزید و در گسترش و رساندن علم به دیگران در حد توان تلاش بکنید. پیامبر میگن که اطلب العلم ولو به سین، علم را بطلبید ولو در چین باشد. پس ما به این نتیجه میرسیم که دین مبارک اسلام بیشترین تاکید را در قسمت آموختن و آموزش دین انجام داده و ما به حیث مسلمان های واقعی باید از این دستورات پیروی بکنیم
و خودمان را با صلاح علم مجهز بسازیم در مقابل دشمنان و مشکلاتمان. چنانچه در قرآن کریم ما شاهد هستیم که خداوند می‌فرماید یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، میگه خداوند تبارک و تعالی گرامی می‌دارد مقام صاحبان علم و دانشمندان را. و همچنان در روایتی از امیر بیان آقا امیر المؤمنین علیه السلام داریم که میگه العلم سلطان، علم اقتدار است. پس کسی که از این اقتدار برخوردار باشه میتونه به اهداف عالی و مقاصد عالی خودش دست پیدا بکنه. و امروز نیز در جهان علم و تکنولوژی حرف اول و آخر میزنه و جامعه ای میتونه زمام قدرت را به دست داشته باشه که او جامعه از حیث علم و تکنولوژی در سطح عالی قرار داشته باشه و در جامعه ای میتونه پیروزمند باشه که مردم جامعه خودش خواستار یک جامعه ایدئال باشه. چنانچه ما در قرآن نیز شاهدیم که وضعیت جامعه تغییر نمیکنه مگر اینکه خود مردم بخواه و پویایی و تلاش خود مردم دست نداشته باشه. چنانچه در قرآن نیز اشاره شده که میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. اصل و هدف پیامبر ما و اسلام و دستورات نورانی خداوند در قرآن ساختن یک زندگی سالم و یک زندگی مرفه برای بشریت بوده و هست و الان هم علمای ما، مراجع ما هدفشون توسعه همین مسیر و ادامه همین مسیر پیامبر. دعا میکنیم که خداوند به ماها هم توفیق بده، تک تک ما که صادقانه همون گونه که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، این صادقین پیامبر است و معصومین، در کنار اینها باشیم، دستورات اینها رو بگیریم، اینها فدایی صلحن، فدایی زندگی مسالمت آمیز و زندگی مرفه برای بشر بر اساس علمند، در کنار اینها قرار بگیریم. الان حجتشون بین ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف بر مبنای دستورات معصومین حرکت بکنیم، این هدف بیشتر انشاءالله ساخته خواهد شد و در جهان توسعه خواهد یافت. ما با اصل این نامگذاری نه تنها موافقیم، این رو به فال نیک میگیریم و انشاءالله بشریت بیان زیر چتر صلح و سازش در کنار هم زندگی رو بنا بکنن که همه در اون سهیم باشن و همه بتونن به اصطلاح از این امکانات که خداوند در جهان برای بشریت قرار داده به نحو مساوی و عادلانه انشاءالله بهره ببرند. شکی وجود ندارد که علم ابزاری کارآمد برای انسان هزاره جدید است، اما هنوز در بسیاری از کشورهای جهان تفکر علمی تثبیت نشده است. بسیاری از مردم و حتی مسئولان کشورهای جهان علم را کالای لوکس می دانند و اگرچه به آن احترام می گذارند ذات آن را نمی شناسند و بر روش های علمی تن در نمی دهند. آنها علم را می خواهند اما به شرایط حصول آن پایبند نیستند و چون این موضوع را در نمی‌یابند تلاشی برای ترویج این تفکر در میان جامعه نمی‌کنند و روابط خود با جامعه و جهان را بر مبنای علم و روش علمی پایه نمی‌گذارند. به همین دلیل است که یونسکو در صدر اهداف خود افزایش توجه مردم به علم و روش علمی، تلاش برای به اشتراک گذاشتن دیدگاه‌های علمی در کشورها و میان کشورها، بازسازی اجتماعات جهت استفاده از علم برای سود رسانی به مردم و افزایش توجه به چالش‌های پیش روی انسان معاصر و تلاش برای حل آنها با روش‌های علمی را در دستور کار خود قرار داده است. به این ترتیب است که جوامعی که از روش علمی سود می‌جویند می‌توانند منظری مشترک برای نگاه به جهان بیابند و تلاش و تأکید خود را به جای اختلاف‌ها بر اشتراک ها متمرکز کنند تا از این میان شاید سرانجام صلح سر برآورد.